سرخط خبرها. اقدام غافلگیر کننده یک کشور قدرتمند در جهت حمایت از ایران، عملیات موفق نیروهای سوریه و روسیه علیه تروریست‌های جبهه النصره و تأکید کیم جون اون بر تولید انبوه سلاح‌های راهبردی. به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. در راستای احقاق حقوق هموطنان خارج از کشور و با پیگیری‌های مستمر سفارت ایران در اسلام‌آباد، یک شهروند ایرانی در پاکستان از زندان آزاد و به میهن اسلامی بازگشته. به گزارش روز یک شنبه ایرنا، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به ایرنا گفت که یک زندانی ایرانی پس از تحمل 18 ماه حبس امروز از زندان شهر راولپیندی آزاد و با پرواز ایرانی از لاهور به تهران بازگشته. به افزود که آزادی این هموطن در راستای احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور و با پیگیری مستمر سفارت ایران در اسلام‌آباد صورت گرفته. اوایل خرداد امسال نیز 7 نفر از سیدان ایرانی که به اتهام ورود غیرمجاز به آبهای سرزمینی پاکستان توسط نیروهای این کشور زندانی شده بودند، در کراچی آزاد و به کشور بازگشتند. این همه در حالی است که در جریان سفر رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، دو کشور 3 سند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش اینا، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با حضور حسین امیراللهیان و بلال بوتو زرداری وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در پایان مذاکرات رسمی آنان در اسلام آباد برگزار شد. مقامات ارشد پاکستان از جمله وزیران بازرگانی و امور اقتصادی این کشور نیز در این مراسم حضور یافتند. مقام‌های ایران و پاکستان اسناد و تفاهم‌نامه‌های مرتبط با تمدید 5 ساله برنامه همکاری تجاری راهبردی، جمع‌بندی سومین نشست کمیته مشترک بانکی و همکاری در حوزه اقتصادی را امضا کردند. بعد از این مراسم امیراللهیان و همتای پاکستانی وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک حضور خواهند یافت. وزیر امور خارجه ایران در دومین روز از سفر رسمی خود به اسلام آباد با نخست وزیر پاکستان، رؤسای مجلس ملی و سنا و همچنین فرمانده ارتش این کشور نیز دیدار کرد. مرکز روسی برای آشتی طرف‌های متخاصم در سوریه بامداد یک شنبه از عملیات موفق نیروهای سوری و روسی علیه گروه‌های تروریستی خبر داد. وادیم کولیک، معاون فرمانده این مرکز، در نشست خبری گفت که نیروهای هوافضای روسیه و نیروی هوایی سوریه شامگاه شنبه مقر گروه تروریستی جبهه النصره در نزدیکی شهر ادلب را منهدم کردند. به نوشته اسپوتنیک، کولیک در این باره توضیح داد که تروریست‌ها از این مقر هدف قرار داده شده برای انجام حملات جنایتکارانه علیه غیر نظامیان و شهروندان سوری و همچنین نیروهای نظامی در نزدیکی شهر ادلب استفاده می‌کنند. وی اظهار داشت در منطقه شهر ادلب، مقر گروه تروریستی جبهه النصره با حمله مشترک نیروهای هوافضای روسیه و نیروی هوایی جمهوری عربی سوریه منهدم شد. آنها افرادی بودند که در سازماندهی و انجام حملات خرابکارانه و تروریستی علیه نیروهای دولتی سوریه و مردم غیر نظامی شرکت داشتند. به نوشته اسپوتنیک، مقام نظامی روس در ادامه خبر داد که 24 ساعت گذشته گروه تروریستی جبهه النصره 4 مرتبه مناطقی را در منطقه کاهش تنش ادلب در استان حلب گلوله باران کرده است. طبق این گزارش، کولیت گفت که بر اثر اصابت موشک هدایت شونده ضد تانک، تروریست‌ها به خودروی نیروهای مسلح سوریه یک سرباز سوری کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خبر داد که هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه طی 24 ساعت اخیر 14 مرتبه حریم هوایی سوریه را نقض کرده، موقعیت‌های خطرناک در آسمان سوریه ایجاد نموده و پروتکل‌های جلوگیری از برخورد با روسیه را نقض کردند. معاون مرکز روسیه آشتی طرف‌های متخاصم سوری پیش از این نیز نسبت به آماده شدن تروریست‌ها برای حمله به تأسیسات و نیروهای روس هشدار داده بود. کیم جون اون، رهبر کره شمالی، در ادامه فعالیت‌های نظارتی خود بر صنایع نظامی این کشور از یک کارخانه بزرگ و مهم تسلیحات بازدید کرد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی KCNA بامداد یک شنبه گزارش داد کیم در این بازدید که در بازه زمانی پنج شنبه تا شنبه انجام شده، از خطوط تولید پیشرانه‌های موشک‌های راهبردی کروز و هواپیماهای بدون سرنشین دیدن کرد. او همچنین بر روند فعالیت کارخانه‌های تولید گلوله‌های سامانه‌های موشک‌انداز چندگانه با
کالیبر بزرگ و آتشبارهای خودکششی که معمولا برای شلیک موشک‌های بالستیک استفاده می‌شوند نظارت کرد. به نوشته رویترز به نقل از این گزارش، رهبر کره شمالی در این بازدیدها دستورالعمل‌هایی را برای افزایش ظرفیت تولید در کارخانه‌های تسلیحاتی به عنوان بخش مهمی از تقویت توان دفاعی این کشور ارائه کرد. بر این اساس کیم هین حضور در کارخانه تولید مهمات ضمن اشاره به بهبود پردازش دقیق و اتوماسیون مدرن در تولید گلوله‌های موشک اندازه‌ها با کالیبر بزرگ خواستار تولید انبوه انواع مختلف پیشرانه‌های موشک‌های راهبردی پیشرفته شد. پیش از این نیز ارتش کره شمالی در رژه نظامی بزرگ خود به مناسبت سالگرد پایان جنگ کره تجهیزات جدیدی از جمله هواپیماها و شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با سوخت جامد را به نمایش گذاشته بود. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وسیم نصر، یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر اندیشکده غربی مرکز سوفان، ادعا کرد کودتاچیان حاکم بر نیجر در آستانه رسیدن ضرب الاجل بلوک اکواس به آنها برای آزادی محمد بازوم، رئیس جمهور برکنار شده از شرکت نظامی خصوصی وگنر، درخواست کمک کردند. وسیم نصر به خبرگزاری آسوشیتد پرس ادعا کرد ژنرال سالیفو مودی، یکی از رهبران کودتاچی نیجر، اخیراً سفری به کشور مالی داشته و در این سفر با یک مقام شرکت وگنر تماس قرار کرده است. این تحلیلگر گفت سه منبع وابسته به کشور مالی و یک دیپلمات فرانسوی برگزاری نشست این دو نفر را تایید کردند. او گفت کودتاچیان نیجر به واگنر نیاز دارند تا باقی ماندن آنها در قدرت را تضمین کنند و این گروه نظامی نیز درخواست آنها را بررسی می‌کند. یک مقام نظامی غربی که نامش را فاش نکرد نیز با آسوشیتد پرس مدعی شد غرب از گزارش‌ها درباره درخواست شورای نظامی نیجر از گروه واگنر برای دریافت کمک مطلع است. جامعه اقتصادی کشورهای غربی آفریقا یا اکواس یک هفته قبل به کودتاچیان نیجر تا روز یک شنبه این هفته برای آزاد کردن محمد بازوم و بازگشت دوباره او به ریاست جمهوری ضرب الاجل داده بود. روز جمعه سران نظامی اعضای اکواس طرحی را برای مداخله نظامی علیه کودتاچیان در نیجر تصویب کرده و از ارتش‌های خود خواستن منابع لازم برای این مداخله را آماده کنند. آنها این تصمیم را بعد از آن گرفتند که تیم میانجیگری که از سوی این بلوک روز پنجشنبه به نیجر اعزام شده بود، اجازه ورود به پایتخت یا دیدار با عبدالرحمن تیچیانی، رهبر کودتاچیان نیجر، را پیدا کرد. مجلس سنای نیجریه روز شنبه به رئیس جمهور این کشور که ریاست فعلی بلوک اکواس را دارد توصیه کرد گزینه‌های دیگری غیر از توسل به زور را برای بازگشت دولت قبلی نیجر به قدرت بررسی کنند و از آنچه روابط صمیمی موجود بین نیجریه‌ها و نیجری‌ها خان بهره بگیرد. تلویزیون دولتی نیجر روز جمعه گزارش داد ژنرال مودی در سفر به کشور مالی که در کنترل شورای نظامی مشابه با شورای نیجر است، نسبت به مداخله نظامی اکواس هشدار داده و گفت نیجر هر آنچه که بتواند انجام خواهد داد تا تبدیل به یک لیبی جدید نشود. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.